گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گرین سوتینی کوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم در باره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. کارفرمای کودکان یکی از مشکلات جدی در تاجیکستان باقی مانده است. اکثرا کودکان در میدان پخته و شغلی کار میکنند. اینچنین در بخش خدمت رسانی امثال شستن ماشین ها، کشیدن اروبه و بارهای وزنی در بازارها مهنت وزنی کودکان به نظر میرسد. این روند میتواند امنیت، سوادناکی، سلامتی و نیکو احوالی بیش از نیم میلیون کودک را در کشور زیر خطر گذارد. امانجان محیدینوف موضوع را ادامه میدهد. نسیم 13 ساله ساکنی ناحیه باختری ولایت خطان پسری کلان در خانواده 4 نفره می باشد. پیش از رفتن به مکتب کارهای خانه را انجام می دهد. شیناندن پمیدار در زمین و دراییدن علف زمین به دوشی او هست. او از خردیش این کارها را انجام می دهد. نسیم فرسان مجبور است که کارهای وزنی را انجام دهد و به خانواده‌اش کمک رساند. پدر به مهاجرت کاری به روسیه سفر کرد و سالها پول روان نمی کند. با کارهایی که در دهات آنها مردهای بزرگ انجام می دهند دست زدن برای نسیم آسان نیست. و مثلا پیش از مکتب یا بعد از مکتب کارهایمون رو تیز میکنیم که با مکتب دیر نمونیم، از درس ها خفونم نمو باز درس هایمون رو خونیم و ما مشکل است، لیکن برای یوردن دادن ویدامون مجبوریم که از این کار رو برویم. ما خسته میشیم، البته نمیتونیم بسیارتر درس کنیم. در ولایت خدمان کودکان مثل نسیم کم نیستند، خصوصا خانواده هایی که مشکلی اقتصادی دارند از نیروی کودکان استفاده میبرند تا تمام خانواده را خورانند. فقر و ناداری آنها را مجبور می سازد که برای دریافت پول فرزندان نابالغشان را به کار صحرا یا عربکشی و باربرداری بازارها روان کند. صلاح‌الدین 16 سال دارد. در خانواده‌ای که پدر نیست، کشاندن باری گران روزگار بر دوش او افتاد. وضع زندگی او را از پشت کورس‌های مکتب برای انجام دادن کارهای وزنین به بازار برد. تقایم توامی دو سال پیش ما را یاردن میکردن. بعد به بازار به سبدا رفتم، سلفن میفروختم، گارهای مردم هم میکردم، هر روز 20-30 سامانی کار میکردم، همیتا زندگی ما آهسته آهسته پیش بردن گرفتیم. حاضر باشد در برای خواجگی کار میکنم، پخته میکنیم، آب میمانیم، همیتا به واسطه تراکتور پخته میشنونیم. این کودکان که باری سنگین زندگی را روی شانه های خود گرفته، اروبه زندگی را میکشانند. در آرزوی تحصیل و زندگی شایسته هستند. رجب ماه فیض اللهی و مادری 4 فرزند میگوید که کودکان او نیز در بازار کار میکنند و گاه به کار صحرا میبرایند. او میگوید که زندگی آنها را مجبور میسازد که این کارها را انجام میدهند، وگرنه دلشان به کودکانشان که باید بازی و دلخوشی کنند میسوزد. ما مجبوریم برای که شاید 3-4 فرزند انسان هستیم. انا پدرش نرسی یکی از مقصد پلی نو چیز یا جمعی را برای میخوریم یا میپوشیم یا که هزو میخوریم، مقصد یا هیچی نمیشه. برای امقا ما مجبور رفته اونجا بسال کار هست یا نیست، در اون مثال موجود مهنتی هم برای امقا ما مجبور میبریم کار میکنم فرزند ما خطیم. ما کوشش میکنیم که اینجا اون چیز بعدست بیاریم در تاجیکستان برنامه ملی مبارزه با شکل‌های وزن‌ترین مهنت کودکان عملی می‌شود که تا سال 2020 در نظر گرفته شده است. دوام 5 سال مینبعد باید چاره‌های پیشگیری این نمودی مهنت میان کودکان زیر خطر کارفرمایی قرار داشته گرفته شده نتیجه‌های کار با چنین کودکان پیشنهاد گردد. امروز حکومت محلی شریف قرغان‌تپه تلاش می‌کند تا مردم را آگاه سازند که مهنت وزنین کودکان در بازار و صحرا با سلامتی آنها تاثیر میرساند. میگوید خدیجه شکرو مدیر بخش حقوق کودک حکومت ناحیه باختر. میسیا در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبارت از 11 نفر است با اشتراک از بین کمیسیا در بین 8 جماعت شهرک و دهات ناحیه در مسئله های قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند کارهای فهموندادری را براه موندن. کودکان به مانند شخصان برونسال دارای همه حقوقها هستند. یکی از وظیفه های اساسی کمیسیا این حقوق کنسیونانی کودک می باشد. طبق آمار رسمی تعداد کودکانی که به انجام دادن کارهای وزنین جلب شدند به 522 هزار رسیدند که این 23% تمام کودکانی از سن 5 تا 17 ساله را که 2,200,000 هزار کودک را تشکیل می دهد فرا می گیرد. از این تعداد یعنی 45%شان کودکانی از 15 تا 17 ساله اند. شهزاد سعید مسئول ریاست جوانان ورزش و سیاحی ولایت خطلان می گوید که آنها تلاش می کنند و والی
والدین رسانه که از نیروی کودکان و نورسان استفاده نبرند و کودکان وقت خود را نه به کارهای سنگین بلکه به تحصیل صرف کنند. جدی پیشگیری همین حالت های مهنت مجبوری کودکان چاره های عملی را راه اندازی نموده است. در بازارها با تلفن فروشی با دود دختن و دیگر کارهایی که ناشایان هستند که باعث فعالیت همه کودک نیست رید های مشترک گذارانده است. در چهار ماه شماره گذاراندن رید ها به 12 عدد میرسد در ولایت شهر نویا و اصلا فعالیت همین کودکان به قبول همین قانون خیلی کم شد. ما باور داریم راه حل این مشکل ها گرفته میشه و جوانان نورسان کودکان با تحصیل برای آینده وطن صاحب گردن. کارشناسان سبب اساسی به وجود آمدن این مشکلی را در تمیزاتی میبینند، زیرا کودکان از خانواده های فقیر و نادار کار میکند. اکثری چنین کودکان از اویله های ناکامند. کارشناس محیط با نظر و میگوید که کودکان اگرچه در نتیجه کارهای وزنین برای خانواده پول به دست میارند، ولی در عوض این سلامتیشان را از دست میدهند. پیش از همه تربیه فرزند سوله این مسئولیت اویله است. باعث تاسف است که پدر و مادران ما به این جدی دقت نمیدهند، خصوصا در دهات. هر موسمی که سن کشت و کار است، اکثریت پدر و مادران ما از مهنت همون خردسالان استفاده میبرند و البته کاری صحرا و فکرانی کودک خلل میرساند. کودک جسمان مانده میشود، فکران مانده میشود. وقتی به فکران مانده شد، البته گپ و درس معلم به وای تیز تاثیر نمیکند، تیز از خود کردن نمیتواند. در شهر و نواحی ولایت خطان مقامات در برابر گذراندن ریدها کودکان بازداشت شده را به خانواده هایشان برمیگردانند و با والدین آنها کارهای فهماندهی میگذرانند. خانواده های را که فرزندانشان در وقت ریدها تکرارا بازداشت میشوند جریمه میکنند، ولی در ناحیه های دوردست از این گونه چاره ها کسی خبر هم ندارد. در اکثر موارد جامعه ما که کمک رساندن به پدر و مادر امر واجب است، مز میان کارهای سخت روزگار و دیگر عملیات هایی که باعث رشد کودک میشوند ریان نمیشوند. امان جان محیدینوف، ولایت خطلان. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44-640-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.